بعد از بومیسازی دانش نمونه‌گیری، مشبک‌کاری و حفاری‌های انحرافی چاه‌های نفت و گاز، حالا متخصصان کشورمان موفق شدند علاوه بر تعمیر قطعات پیچیده دستگاه‌های حفاری، قطعات موتورهای این فرایند حساس رو هم در کشور تولید کنند. بعد از کشورهای بزرگی مثل آمریکا و چین و کانادا، ما تونستیم این کار رو توی ایران هم، این ساخت لوازم موتورهای حفاری رو توی ایران انجام بدیم. تا پیش از تولید قطعات، ابتدا بایستی با مهندسی و شناخت سازه قطعه دانش تعمیر اون رو فرا گرفت، دانشی که با بومی شدن کمک خوبی به اقتصاد این صنعت کرده. قبلا اونا رو ما به کشورهای خارج از ایران میفرستادیم و حوزه خلیج فارس برای تعمیرات جلوی این کار رو تا حدود زیادی بگیریم. در مرحله تولید قطعات حفاری، این متخصصان توانستن قطعات فرایند پیچیده اندازه‌گیری چاه‌ها رو هم در کشور تولید کنند، قطعاتی که در تعیین جهت حفاری کاربرد داره. علاوه بر این، مهندسان این شرکت تونستن به دانش ساخت قطعات تبدیل حفاری، انواع فلنج ها، آسیاب ها و پایدار کننده های حفاری، تبدیل های سیال و بالاخره قطعات موتورهای حفاری دست پیدا کنند. اما این شرکت تونسته دانش انحصاری جوش های تخصصی قطعات حفاری رو هم کسب کنه. جوش که ما اینجا انجام میدیم سخت کننده یا سطحی پایدار کننده های حفاری است. جوشکاری که به دلیل دارا بودن مقاومت خیلی زیاد از خوردگی و سایدگی قطعاتی که با دیواری چاه‌ها در تماس هستند جلوگیری می‌کند. هدف گذاری این شرکت در آینده تکمیل چرخه ساخت موتورهای حفاری به علاوه ساخت قطعات ضربه‌زن‌های حفاری خواهد بود. اما در این بین با مشکلاتی در تأمین مواد اولیه که اکثرا فولاد هست دست به گریبانند. فولادی که درصد خلوص آن در کشور مناسب نیست. مجبوریم این مواد اولیه رو وارد کنیم. اون فولادی که قبلا می‌خریدیم باید با قیمت 4 برابر الان تهیه کنیم از خارج از کشور بیاره. و بالاخره این که قیمت تمام شده محصولات داخلی که دارای استانداردهای بین‌المللی هم هست 50% کمتر از قیمت محصولات خارجیه. این شرکت علاوه بر ارزآوری 4 میلیون دلاری در سال، قراره در آینده نزدیک و با مشارکت برخی از کشورهای اروپایی وارد حوزه تخصصی ماندیابی حفاری چاه‌های نفت و گاز هم بشه. مهدی هوشیار، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره کیش.